سلام، چطورین؟ به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. آقا من تقریبا از وقتی یوتیوب رو شروع کردم میخوام ویدیو رو بگیرم و نمیتونستم هیچ وقت ساعت 5 صبح از خواب بلند شم. خلاصه در این ویدیو امتحان کردم ببینم که میارزه یا نمیارزه. ولی یه چیزی رو بگم که یکی از بهترین روزهای زندگیم بود، جدی خیلی خوشحال بودم اون روز و یه ذره شک کردم به اینکه واقعا ساعت خواب در خوشحالی تاثیری داره یا نه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم که شروع کنیم. راستی پیرسینگ هم عوض کردم. آی درد میکنه، عوض کردم. الان دارم از خواب میمیرم و ساعت 10:30 شبه. خیلی خوشحالم که خوابم داره تنظیم میشه و الانم فکر کنم تا سرمو بذارم خوابم ببره. الان بیدار شدم و ساعت الان 5:04 است. یه جوری باید خودم از تخت بکنم، فقط باید بزنم بیرون و من میمیرم. انقدر بیرون خوشگله که نمیخوام بمونم تو خونه. لباسای دومم از دیشب آماده کردم که صبح به مغزم فشار نیاد، به خاطر همین الان همونو میپوشم و میرم بیرون. فقط قبلشم صبح، حالا این رفتی به ساعتی که بیدار میشم نداره، یه دونه لیوان آب جوش میذارم بغل دستم و آروم آروم سعی میکنم یه لیوانشو بخورم. گوارای وجودتون میشه، یه بار امتحان کنیم میفهمین چی میگم. در کمال تعجب اصلا دیگه خوابم نمیاد، قشنگ سرحالم، امیدوارم همینطوری بمونه. یه هم مثلا دد نشم کلن، چون ساعت 8 کلا زبان دارم. خیلی هم پوشیدم، نمیدونم معلومه یا نه. من داشتم میدویدم و به آب که رسیدم دیدم این شکلیه، نمیدونم صورتی مرواریدیه و اصلا در ویدیو معلوم نیست. حتی هیچ موجی نداره، نگاه. میخوام یه ذره مدیتیشن کنم، اصلا نمیتونم بودم. خیلی خوش، یکی از قشنگترین صحنه‌های زندگیمه. اصلا آرامشی که داره باور نکردنی. کاش میشد برم تو آب. آرومه 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 آرومه. میخوام 5 کیلومتر برم ولی پا زدم اصلا پاهم نمیره، هم نه آرومی دارم. یه چیز باحال راجع به دویدن بگم، من کلم اصلا پیاده روی طولانی میکنم احتمالا حوصله‌ام سر بره، ولی وقتی میدوم اصلا حوصله‌ام سر نمیره اونجوری. خیلی مسافت بیشتری رو میتونم برم. از اونم فکرم خالی میشه وقتی میدوم، ولی وقتی راه میرم انگار فکرم مشغوله بازم، ولی دویدن این مدیتیشن قشنگ فکرم خالی میکنه، مخصوصا وقتی طولانی بود دوی قشنگ خسته شی دیگه بهش نمیتونی فکر کنی. 500 بیشتر نمونده و من دارم دستشی میمیرم، دستشی اینجا بسته است چون هنوز صبح زوده. نمیدونم باید چی کار کنم. پنج کیلومتر تموم شد، دارم میرم سمت باشگاه. Grande almond latte.
دخترتون به خودش حال داد و برای خودش قهوه هم گرفت. امیدوارم قهوهش خوب باشه. خیلی کافش کوزی و گوگوله. بعد توش هم الان یه عالمه از این خانم آقای سالمند بودن. خوشه معلوم بود صبح زود بیدار میشم یا اینجا. چه مزه عجیبی داره قهوهش. نمیتونم تشخیص بدم خوبه یا بده. ازتون میخوام که خوب دقت کنین برای لیست چیزایی که برای تو آب رفتن نیاز دارین. خیلی مهمه. یه دونه حوله میخوایم. حتی بار اول رفتم نیدم چرا جایده هر میام دو بار میرم بعد ولی واقعا امروز آب آرومه. یه مثلا فکر کنم پیروز اومدم بعد موج داشته قشنگ اصلا اینجا خیلی موج زیاد نیست ولی حس میکردی موجو. حالا الان دارم میرم که به جوجوهای تو آب ملحق بشم. حسیم این وری کنم در نورش قشنگ تر باشه. خانم چقدر میتونم تو آب بمونم؟ واسین تایم بزنم. خب یه ذره برم جلوتر چون هر سری یه ذره میترسم بعد تو ارتفاع کم میرم تو آب.
الان دارم جلوتر، میخوام سعی کنم 5 دقیقه بمونم. حس میکنم میتونم، یه ذره عادت کردم. شما میرین دریا همه چی دارتون زیر پاتو خالی شه، مثلا خالی نمیشه ها، ولی من همیشه ترسم اینه که یو خالی شه. رو به خورشید، دستم هم تو آبه دیگه. اصلا نمیدونم چرا این بالا تنه میاد تو آب، آدم دیگه نمیتونه. Good morning. It's great. بچه یه آقایی که اینجا داشت کایک سواری میکرد بهم گفت اگه دوست داری بیا تو کایکم. من گفتم باشه. آقایی بهم گفتش که میخوای کایکم بدم بری تو آب امتحان کنی. خیلی باحال بود. وای دمش گرم، چقدر باحاله. وای وای چقدر باحاله. بچه ها نمیتونم دور بزنم. رفتم اون و یه دار برم تو. من میخواستم بمونم تو آبا دیگه، چیکار کنم؟ پیشنهاد خوب بهم شد. من دیدم خودشون کایک سواری میکنن تا اون وسط مسط ها میرن، خیلی میرن تو آب، مثلا کلی مسیر میرن. بچه ها یه نتیجه گیری از 5 صبح بکنم. چقدر خوبه این پشت کمرش هم یه دونه تشک داره، قشنگ راحت خوابیدم. بعد امروز نتیجه گیری 5 صبح این بود که آدم های صبح زود خیلی مهربون ترن. خب بعد به یه دلیل عجیبی همه مثلا صبح بخیر بهت میگن، هر کی دید من صبح گفت گود مورنینگ. بعد رفتم کافه، خیلی همه خوش خلق بودن در کمال تعجب. با اینکه مثلا خودت میگی شاید صبح زود باید مثلا همه حال و حوصله نداشته باشن و فلان، ولی حس میکنم خیلی تجربه قشنگی بود امروز برام. به این یکی قایقه که ساخت روزم و خیلی اومدم وسط، تا حالا تا اینجا نمیمده بودم. الان دیگه فکر کنم اگه بیفتم تو آب قشنگ زیر پام خالیه. من دیدیم قشنگ خالیه دیگه. خیلی داره مزه میده. دیدین اینایی که سرعتی میرن چجوری میرن به نظرتون؟ من اصلا نمیتونم. عجب تمرین دست خفنیه ولی بچه ها، قشنگ الان بازوم خسته شد. تازه یه ذره فقط اومدم. بچه ها تصور کنین الان این کایاک سوراخ شه و من غرق شم. واقعا میمیرم. نه نمیمیرم، میتونم شنا کنم. خیلی خوشحالم. وای خیلی خوشحالم بچه‌ها. دیروز خیلی من ناراحت بودم و نمیدونم کلافه بودم، اینجوری بودم که کارهایی رو نمی‌کنم که دوستشون دارم. این همه وقت اومدم اینجا دلم خواهد با آدم ها معاشرت کنم، هنوز نکردم و به خاطر کارم هم همه چه خیلی همه چیم یعنی تنهایی تکیه. خلاصه که امروز خیلی تجربه خوبی بود. الان فقط کلاس زبانم داره دیر میشه، به خاطر همین باید برم قایقه رو بدم با آقای تشکر کنم و بعدش برم سر کلاس زبان. دیگه فکر کنم برای زبانم استرس نگیرم. آقای کجاست؟ نمیبینمش. فکر کنم خسته شده بوده. وای چقدر قشنگ آدم به بقیه مهربونی کنه. من همیشه باید یادم باشه این کارو بکنم. تهش اینه که مثلا یکی بهت میگه نه دیگه، مثلا خوش رو باشی و با همه سلام علیک بکنی و ازشون چیزی بخوای، باهاشون کاری انجام بدی. مثلا باورتون میشه بعضی وقتا به این فکر میکنم یه مثلا اکیپ که دارم میدوام برم بهشون بگم من با تون بدوام، مثلا یک کیلومتر هم با شما بدوام، بعد نمیگم هیچ وقت. در صورت که واقعا شاید آدم بگم اونا هم دوست داشته باشم. میدونی تهش اینه که طرف میگه بعد نه دیگه، میخواستم خواهد چی بشم. زردم شد یا باد زد. Thank you so much. Yeah. Oh, it was so nice. بچه الان ساعت 9:30 کلاس زبانم شروع میشه. من دارم گشنگی میمیرم. یه دونه توست بیگل و تخم مرغ قیافه داغون درست کنم.
انقدر تون تون غذا خوردم سقف دهنم حس میکنم زخم شد، ولی استاد من به این نقدر دیرتر میان. خواستم یه ذره راجبه نمیدم چرا لرز کردم ها، یعنی یه جور بدی پنجره هم به من نمیدم. فکر کنم هم چون طولانی موندم هم گشنم بود، همین که بعدش نشستم رو اون کایاک باد خورد به تنم یهو یخ کردم. حالا الان یه دوش سریع هم گرفتم البته، ولی نتونستم طولانی بمونم آبی گرم بریزم خودم. آره بد زخ کردم، این نونه زبر بود خورد به سقف دهنم. دلیل اینکه دوباره کلاس زبانمو شروع کردم این بود که احساس کردم اینجا خیلی زبان کلیدیه، یعنی اگر که زبانت خوب نباشه گیر میکنه کارت. و منم به شخص دوست ندارم اصلا میخوام به یکی صحبت کنم هی دنبال کلمه بگم ندونم چی میخوام بگم یا اصلا استرس بگیرم. و از اون ورم بچه برای مهاجرت کلن واسه درخواست پی آر نیاز داریم که امتحان زبان بدین دوباره. به من گفتم که بهترین حالت اینه که چون خودم مثلا خیلی سخته که برنامه‌شو بریزی و کار بکنی. Hello lady Nikki. Hello Mr. Sayapur. How are you? وای کلاس زبان سخت بود، سخت. اصلا انگار همه چی یادم رفته و الان دوباره داره استادم ارزشیابی میکنه که مثلا ببینه چقدر یادم رفته و اینا. حالا داشتم میگفتم که کلا احساسشو خیلی نیاز میکنم که زبانمو بهتر بکنم، هم به خاطر اینکه آدم میخواد یه جا صحبت بکنه، بعدا دانشگاه بری، خیلی به نظرم ارزش داره. کلن هم مثلا اسمشه که آیلتس، من دوست دارم زبانو یه جوری بخونم که هم بتونم واقعا صحبت کنم هم بتونم واقعا بنویسم. و خیلی هم نمیخوام اینجوری باشم که فقط آیلتس. بیشتر از اون دلیل اینکه دارم میرم، من آیلتس جنرال یا یه امتحان دیگه هم میتونستم اینجا بدم بابت اون امتیازی که بهتون میگم برای مهاجرت، ولی تصمیمم این بود که با استادم زن زبانم رو بهتر کنم واقعا. البته که استادم هم خیلی سخت گیره بچه، خیلی سخت میگیره بهم، یعنی قشن بساطی کلاس اینجوری غلط کردم میکنم ده بار همه مثلا نمیدونم بقیه هم اینطوری هم، ولی میکنم مثلا من یه نفری حالا الان خیلی بهتر شدم، قدیما که بغضم میگرفت اصلا نمیدونین چه شکلی میشدم، استرس مثلا زانوام شروع میکرد لرزیدن. حالا الان دیگه خیلی دیگه چیل تر از قبل شدم نسبت به اینجور چیزا، مخصوصا که الان میدونم مثلا دلم میخواد کار کنم روش، یه تایمی چون نداشتمش خیلی بیشتر اینجوری هم که وای میخوام زبان کار کنم. آخ اینم از موهام بچه، من رفتم یه آبی زدم موهامو که اون آب دریا رو بشوره ببره. حالا الان خدا رو شکر موهام بود دریا نمیده، بو شامپو میده، خوشگلم شده. آی چه مازه شد، همین الان یه روغن چیزی هم میزنم که اینطوری بمونه. دوست عزیز من الان تصمیم دارم که شیر بادوم درست کنم و بادومش هم از قبل گذاشتم خیس خورده. تو تهران زیاد درست میکنم، زیاد کردنی مثلا چند بار درست کرده بودم و راحت ترین روش هم که پیدا کرده بودیم این بود که بادومو بذاری خیس بخوره، از مثلا شب تا صبح تا دو سه روز اوکیه بذارین بادومتون رو خیس بخوره، بعد میریزینش تو میکسر رو بلندش میکنین. همین برای هر لیوان بادوم 3 تا لیوان آب باید بزنیم، یا 4 تا. 3 تا خب یه ذره غلیظ‌تر میشه. بچه من اینو حسابی میکسش کردم، حسابی هیم دوباره بهش وسطش آب زدم، چند قسمتش کردم. بعد الان یه دونه از این کلاس ها خریدم، نمیدونم از این پارچه های پنیر باش درست میکنن آب میگیرن. اینجا هم دلاراما داشت $1.50. ما بسته بادومه چند بود؟
بسته بادوم 14 دلاره و خیلی شیر میده بچه‌ها بهتون. من حتی تو تهران هم اینو امتحان کرده بودم و خیلی شیر ارزونی میشد. یعنی با اینکه مثلا شیر بادوم تو سوپر خیلی گرونه، اگه خودتون درست کنین واقعا شاید حتی از شیر لبنی هم براتون ارزان‌تر بیفته. خب بچه ها دقیقا یه لیتر شیر به همون داد. از حالا مامانم یه ذرش رو خورد با قهوه. چطور شده حالا؟ خب الان میریزم توی این. وای چی دیگه گفتم این؟ بایستا من بلدم. اینم از اسموتی مورد نظر امروز ذره غلیظ‌تر درستش کردم. مثل بستنی بشینم بخوام روشم کنفلکس از این فیبریا ریختم. من دیگه دارم از خستگی میمیرم و احساس میکنم عصر شده دیگه وقت خواب. خلاصه که احساس میکنم خیلی تا الان جدی مفید بودم، ولی نمیدونم آدم خب هر روز مثلا این ساعت بلند شه یا برنامه‌ای نداشته باشه چقدرش انقدر مثلا مفیده یا انقدر کار انجام میده. خب مثلا من مسلما به خاطر این ویدیو کلی برنامه چیده بودم این کارو کنم اون کارو کنم. شک دارم که اگه آدم هر روز مثلا این ساعت بلند شه واقعا انقدر کار انجام میده یا نه. میتونین گرانولا هم بریزین روش. من برم زنگای ایرانمو بزنم. بچه من سریع یعنی تغییر دکوراسیون دادم چون دارم میرم بیرون و با یکی از شماها که من اینجا دیده بود بعد دیگه با هم قرار گذاشتیم بریم بیرون. خلاصه خیلی ذوق دارم چند وقت بود قرار ببینمش. یه ذره شلوارم یه ذره که چرز کنم خیلی بلندمه. خب بچه من رسیدم. سلام چطورین؟ که معرفی از خودت بده. من بهار هستم 21 ساله از بنگال. چند سال اینجایی؟ من 6 سال. 6 ساله دیگه خیلی وقت اینجاست. اینجا مثل کف دستش میشناسم. امروز قراره با هم دیگه بریم یه جای خیلی خفن. یه جایی هست اسمش جاپانیز باربیکیوه که کلی گوشت سفارش میدی بعد برات میارن ولی همش خامه. بعد هر میزیام جلوش کلی گاز داره. بعد این گوشتا رو برداری رو گاز بذاری سرخشون کنی نه کبابشون کنی کبابشون کنی بعدش میخوری. فکرم خیلی باحال باشه. من زیاد دیدم روی یوتیوب و اینا میرم میخورم. آره خیلی خوشمزه. آخ آی منم گوشتم چقدر خوشگله. هی یه چیز دیگه شرقی میکنه. بس منم اینه که چویی قشنگ مثل رایسی گیه ذره. مرسی از پیشنهادت.
اینا بدون پوست میخوردن دیگه. این بعد داخلشون رو الان میخوام این گوشتا رو بذارم روی این گریله. همینجوری فقط بندازم. احساس میکنم غذاش خیلی هم سالمه بچه ها. یعنی چون که گوشته، البته فکرم گوشتش قشنگ چربی داره. ولی اگه مثلا آدم نودل و اینا هم نگیره، غذایی که میشه واقعا بیرون خورد خیلی بهم چسبید. همه رو بذارم؟ آره. نایس. اینجا هم یه سری آماده داریم. دیدین برنامه آشپزی‌ها رو مثلا یک ساعت توضیح میده بعد یه دونه آماده در میاره. چی اونی که گذاشتی تو فر چی شد؟ الان اونا رو شما ولش کنین. اینا رو که بهار درست کرده رو بچسبین. من یه دونه امتحان کنم. یکیش بود خیلی چربی داشت. فهمیدی کدوم بود؟ چه گوشتیه؟ گاو، گوسفند؟ گاو. جدی گوشش خیلی خوبه. من که راضیم. دیروز داشتم میگفتم به کوکورو که من حواس جوجه کباب کباب کردم. این قشنگ حالمو جا آورد. مرسی. وای، یعنی من اصلا اسکول شدم رفت بچه‌ها. تا ساعت فکر کنم 9 و 25 دقیقه من با بهار بودم. بعد لحظه ساعت 9 و 25 دقیقه که با هم خدافظی کردیم یادم اومد 9 و نیم وقت مشاور داشتم. بعد یعنی از صبح یادم بود، بعد یهو کلا فراموش کردم مثلا شب که رفتم بیرون. بعد بودو دویدم تا خونه، شان صبح مثلا نزدیک خونه بودم دیگه. بودو دویدم، الان دیگه مثلا ساعت 10 و نیم ایناست. خلاصه که خیلی هم خوابی هم مثلا اینقدر کار کردم دیگه مغزم مثلا چیز نشده، احساس کنم خوابم نمیبره. حالا برم لباس مباسم عوض کنم برم رو مود خواب، چون دیگه خیلی طولانی بیدار موندم. یه چند تا کار دیگه هم میخواستم انجام بدم ولی دیگه واقعا فکر نکنم امشب جون داشته باشم. به خاطر همین میخوابم و بقیه کار رو فردا انجام میدم. ولی فکر نکنم فردا 5 بیدار شم. بخیر الانم داره 11 شب میشه، دوباره نمیدونم چیکار کنم. فردا میتونم مثلا زود بیدار شم قبل 7. خدایی قبل 7 و 8 ایدئاله نه؟ مخصوصا که الان بدنم هم گرفته و نیاز به ریکاوری دارم. حس میکنم یه و فول برم رو 5 صبح. مثلا خوابم تنظیم نیست هنوز، چون دیشبم 10:30 خوابم نبرد. مثلا رفتم تو تخت تا 11:11 در دقیقه داشتم وول میخوردم، بعدش خوابم برد. آره دیگه وقتی یه روز تعطیل میگیری امروز نمیخوام بودم. خب بچه‌ها امروز ساعت 8:30 بلند شدم و تقریبا 1:30 که همینجوری دارم ول میچرخم، کار خاصی نکردم. این دوتا رو گرفتم که ناخونم خودم تو خونه درست کنم و برای گرفتن این گوشت دور ناخونم یه دونه از این چسبای دماغ. این چیزه مخمر میگن، ماسک صورت، چون پوستم خوش شده. سنگینیش به خاطر این آردا بود و مجبور بودم دو تا سفارش بدم، یه دونه رو قبول نمیکرد. در آخر یه دونم از این پکین کیوبا گرفتم، اینایی که باهاش میتونی چمدون تو مرتب ببندی، چون که هی میخواستم برم این ور همه چیم شلخته بود.
بچه من رفتم همون رو اومدم و یه دونه از اینا دادم رو دماغم، بودم این سرسیاهاش میره و امیدوارم که بهتر بشه، چون همش با موچی میفتم به جونش، حس میکنم خیلی روش خوبی نیستش، باعث میشه بیشتر اینا بزرگ بشه و بیشتر بشش بیاد. خب وقتشه ببینیم چی شد. اومدم نزدیک دیگه قشنگ همه چیزای پوستمو داریم میبینیم. آی آی تقریبا هیچی در نیورده ولی حالا الان بینیم نرمه حداقل. وای بچه ها، یعنی انقدر گوگولو باحاله، نمیدونم معلومه یا نه. ای خدا میدونی فهمیدم بعد میذاشتم از شب تا صبح خمیرش بمونه. خب ماشین نمیچرد خانده شبی بگه شد شده. برای تاپینگ روشم یه دونه از این Everything Bagel Seasoning ها گرفتم، نمیدونم چه جوری از کاسکو خریدم، امیدوارم خوشمزه باشه. کم مهاجر داره همینجوری داره دانشجو میگیره و مهاجر میگیره. یه چیزی هم باشم که اضافه نگه داری. از اینجا سرد وحشت نشون؟ از اینجا سخت هست، حجم خفنی جیگر شد. ببین جیگر شد. دو ساله یادم میگه با دو ساله کمه. آقا قیافه ای که خدای خیلی خوشگل و باحال شده، ولی مزه شو یه داره شک دارم الان امتحان میکنم. یام 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 یام. خیلی گشنمه، حس میکنم خیلی دیگه روش سیزنینگ زدم. نرید من بعد از اینکه غذامو خوردم نشستم فیلم Life is Beautiful رو دیدم که خیلی قشنگ بود به نظرم و دوستش داشتم. بعدش دیگه قش کردم از خواب، اصلا نفهمیدم چه جوری واقعا احساس مریضی سرماخوردگی کرونا دارم قشنگ و مردم. یعنی مثلا فکر کنم از ساعت 6 تا 11 شب همینجوری خوابیده بودم و دیگه 11 هم گوشیم زنگ خورد بلند شدم. میخواستم که ناخونم رو درست کنم شبیه، به خاطر اینکه چند وقت حدودا از وقتی اومدم اینجا کلا ناخونامو برداشتم کاشتشو، یه چند ماهه که دارم از این سرم ناخونه میزنم که فقط ناخونم خوب شه. حالا الان با سوهان میخوام بکشم و بعدش لاک بزنم. خیلی ذوق دارم به خاطر اینکه مثلا من 3 سال بود ناخونامو درست میکردم، قبلش هم همیشه خودم تو خونه ناخونامو درست میکردم. حالا الان میخوام سعی کنم اون مهارت های قدیممو در بیارم و زنده کنم تو خودم، ببینم میشه یا نه.
حالا همچین چیزی ندیده بودم. مثل که به جای اینکه با این گیره ها بگیری گوشت دور ناخونه تو، این کار رو انجام میده. بچه من که نفهمیدم دقیقا چجوری کار میکنه، ولی برد گوشت اضافه دور ناخونم و بدون زخم کردن، چون من همینجوریش هم مثلا میبینی این دور ناخونم زخم و زیلی بود، ولی شاید تمیز کرد. دوست دارم یه خسته نباشه بگم به آرایشگر عزیز که ناخنای منو درست میکردن. خیلی کار سختی، اصلا یادم رفته بود چقدر رو موقع هی بغلشه بعد کش میاد این لاکه، میخوام سرم بزنم تو دیوار. یعنی آرایشگاه میرفتی فقط اینجوری میشستی دستتو میذاشتی اصلا بهت خوش میگذشه. دو سه ساعت واقعا روزا که میرفتم آرایشگاه رو دوست داشتم، چون همیشه بعدش هم مثلا میرفتم یه کافه چیزی، بعد خیلی به مزه میداد. حالا الان اشکال نداره دیگه، بی پولی همین عزیزم. البته واقعا دوست ندارم دیگه رو ناخونم هم کاش بذارم، مگر اینکه برم آرایشگاه مثلا همین لاک ساده برام بزنم. البته الان درد نشده ها، میبینین دورشو تمیز کنم مثلا به نظرم خوب میشه، ولی چقدر رنگش نازه. بالاخره ساعت 3 صبح ناخونم تموم شد. واقعا نمیدونم نصف شب ناخون درست کردنم چی بود، ولی خب چون که عصر 6 ساعت خوابیدم خواست خوابم نمیموند، بعد که گفتم درستشون کنم. اینو بگم که هر ساعتی از روز بلند میشین، واقعا بیشترین بخش مهمش اینه که شما به کاراتون برسین، یعنی برنامه ریزی بکنین برای کاراتون. حالا یکی ممکنه از مثلا 11 صبح شروع کنه، یکی ممکنه از 2 ظهر شروع کنه. من خودم آدمی بودم که کلی وقتا کارم از ظهر شروع کردم و هیچ اشکالی هم نداره. به نظر من عذاب وجدانی که میگیریم بابت اینکه مثلا صبح خوابیدین خیلی بیشتر حال آدمو بد میکنه یا استرس گرفتن. من خودم هی دارم سعی میکنم استرسمو کمتر کنم و یه ذره با خودم را بیام. آقا اگه از این ساعت شروع کردی خب تا اون ساعت کار کن، اگه مثلا زودتر بلند شدی خب چه بهتر. ولی یه پروسه ای که به نظرم زمان میبره تا آدم بالاخره بدنش جا بیفته روی این کار. و واقعا به نظرم مهمترین بخش اینه که حال خودتون خوب باشه، استرس خوابو نگیرین دیگه. حداقل واسه بخش استراحتمونم نمی فکر کنیم بگیم وای الان اشتباه دارم استراحت میکنم، اشتباه دارم این کارو میکنم. من چون خودم خیلی استرس و اضطراب کشتم سر این داستان، میدونم که اون داستان واقعا بدتره، یهو کلا نمیذاره دیگه آدم شب خوابش ببره. خلاصه که کلی دوستتون دارم. یادتون نره که زیر ویدیو کامنت بذارین، نظرتون رو بگین و بنویسین که چند صبح بلند میشین صبح و شباش ساعتی میخوابین. به نظرم بامزه میشه. عاشقتونم، بوس به کلتون، هفته دیگه میبینم بدون. بای بای. بچه الان کرم زدم و دستم یه ذره مات شد، ولی گفتم بهتون نهاییش هم نشون بدم.